سلام به همه. امروز میخوایم ببینیم که معادل های دیفرانسیل چجوری میتونیم کاربردشون رو ببریم توی مدل های سرعت و شتاب. قبل از اینکه این کار بکنیم، بیاین یه ذره مرور بکنیم فیزیک پایه‌ای نیوتونی یا مکانیکی که ما چیکار میکنیم. ما میگیم این جرم یه ذره اینجا داشته باشیم، این ذره است خیلی کوچیکه، میایم میگیم جرمش امه یا مسش امه، یعنی چقدر چیزی اونجا وجود داره. اگه ام خیلی گنده باشه، مثلا یک کامیون یا یک ماشین، ام یک کامیون بزرگتر از ام یک ماشین. وی میشه اینجا ولاسیتی یا سرعت که یه جهت هم داره، فقط فقط مقدار نیست، مقدار و یه جهت وجود داره اینجا. ای میشه اکسلریشن یا شتاب، تی میشه زمان، اکس میشه پوزیشن فانکشن یا تابع مکانی، این در هر لحظه مکان این ذره کجاست. اینا چیزا خیلی پایه‌ای هستن که ما تو فیزیک استفاده میکنیم که بتونیم درباره حرکت و شتاب و سرعت برای هر ذره یا هر شیئی حرف بزنیم. حالا چرا ذره باید باشه، چرا مثلا یک چیز این شکلی نباشه؟ دلیلش اینه که F مساوی با MZ در یک جوری که تعریف شده برای یک ذره است. نیروی که به یک ذره وارد میشه، ذره که M جرمش هست، یه شتابی پیدا میکنه A. برای همین مهمه که ما بتونیم ببینیم که میتونیم این F equals MA رو اینجا، F مساوی با MA رو اینجا اپلای کنیم یه کاربردی ببریم یا نه. مثلا در این قسمت اگه ما خواهیم انجام بدیم، باید یا center of mass یا مرکز جرمش رو مشخص کنیم، یا مثلا باید به هر تیکه این قانون رو اپلای کنیم. خب چیکار میکنیم؟ حالا میخوایم یه دقیقه مرور کنیم که شتاب چی هست. شتاب عوض شدن سرعت به نسبت زمان است. خب مثلا به این اگه نگاه کنیم، به این ذره اول شروع میکنه در مکان x0 x0 و از زمان t0 و یک سرعتی داره که میبینیم با این بردار نشون میدیم، با این وکتور که بردار هم یادتون باشه اگه کوچیک‌تر باشه یعنی مقدارش کمتره، و سرعت جهتش همینجوری میمونه چون نیرو داره به این طرف وارد میشه و هیچ نیروی وارد، الان نشون ندادم نیرو داره به این طرف وارد میشه، ولی خب چون شتاب به این طرفه این به ما نشون میده که یه نیروی وارد شده. خب حالا اینجا میبینیم که سرعت داره زیادتر و زیادتر میشه، این بردارش داره بزرگتر و بزرگتر میشه در همون جهتی که وجود داره. حالا میخوام فکر کنین که چرا این اتفاق افتاده. میخوام استوب بزنین فکر کنین. اوکی، خب در اینه که این اتفاق افتاده اینه که این نیروی خالصی یا اف نت یا نیروی خالص به این الان بهش گذاشته شده که یه شتابی پیدا کرده که ثابت میمونه. اگه شتاب ثابت میمونه یعنی نیروی یه نفر مثلا داره با 10 نیوتن یا هر مثلا 20 نیوتن 100 نیوتن داره فشار میده به این و بیشتر یا کمتر نمیکنه، به خاطر اینکه این شتاب من ثابت مونده، میدونم که همون نیرو هم باید ثابت میمونه تو همه تمام این زمان ها. اوکی، پس این یه شتاب بزرگ، شتابی که داره همینجور سرعت رو بزرگ میکنه، یا شتابی که داره سرعت رو کم میکنه. این پایین میبینیم اول داره مثلا خیلی زیاد تون میره، بعد کمتر و شتاب همینجور ثابت مونده. برای همین میتونیم بگیم که یک نیروی وارد شده از این طرف که ثابته. اینجا یه چیز دیگه میبینیم که مثلا سرعت عوض نمیشه، فقط جهتش عوض میشه و شتاب ثابت میمونه و این شتاب مرکزیه. پس اگه شتاب ثابت میمونه و به این جهت هستش، به این طرف داره میره به وسط، معنیش اینه که یک نیروی الان وارد شده به طرف وسط که به این میگن سنتریپرال اکسلریشن، شتاب مرکزی. خب حالا این یه مروری کردیم از اینا، و یادمون باشه که قانون نیوتن چی میگه. میگه نیرویی که وارد میشه به یک جرمی یک شتاب A بهش وارد میکنه. یعنی چی؟ خب چیزی که دیدیم اینه که
جوری که این اتفاق میتونیم ببینیم، من یه دقیقه سریع بگم. شما یه جرمی داشته باشین اینجا، یک جرم یک و یک جرم دو. بذاریم من اینو بکشم، جرم یک ام یک و ام دو که بزرگتره از ام یک. یه نیرو بهش وارد میکنیم که ثابته، مثلا بگیم اف، مثلا بگیم 50 نیوتن. این افه و همین اف رو به این یکی دیگه وارد میکنیم و اینو که مشاهده میکنیم میبینیم که شتاب این یکی چیز کوچیکتر بزرگتره، شتاب جرم کوچیکتر از شتاب این جرم بزرگتر بزرگتره. برای همین بگم A1 و A2. پس میبینیم که فقط نیرویی که وارد میکنیم مهم نیست برای پیدا کردن شتاب یک شی، جرمش هم مهمه. برای همین وقتی اینو ما چیزی که تو آزمایشگاه میبینیم اینه که F متناسب با شتاب، یعنی که اگه نیرو بزرگتر بشه شتاب بزرگتر میشه. ولی خب نمیتونیم فقط اینو بنویسیم F مساویه با 1، واقعا اگه بنویسیم F مساویه با 1 اول از همه واحدها درست در نمیاد، یعنی نیروی این شتاب اصلا درست در نمیاد. دوم این که تنها افکتی که اینجا وجود داره، تنها دلیلش نیرو نیست که این شتاب رو بزرگ میکنه، جرم هم هست. جرم یه جور مقاومتیه به پیدا کردن شتاب که ما امروز دیگه میدونیم که فهمیدیم که دلیلش میدان هیگزه، که من دیگه توی الان نمیرم، فقط این اسمشو بهتون میگم که اگه میخواین پیدا بکنین هیگز فیلد، که چرا اشیا این مقاومت رو دارن به عوض شدن شتابشون. حالا چیزی که میخوام اینجا بفهمیم که شتاب پس چیه؟ شتاب عوض شدن در کلی، اگه بخوایم بگیم، عوض شدن حرکته، یا میتونه مثلا زیاد کردن سرعت، کم کردن سرعت، یا عوض کردن جهت یک جرم. این میشه شتاب. خب حالا ببینید ذره رو ما اینجا بزنیم یه بودی، حرکت یه بودی این ذره رو بیاییم ما مدل کنیم. ذره رو من اینجا میذارم و بعد شد یک کوردینت سیستم محور درست میکنم، محور زمان و مکان. به این میگم X، یه تابع زمان هستش. این زمان هم میگم مثلا در ثانیه. این درست به نظر در میاد، چون اسکیلی که داریم باش کار میکنیم این درست در به نظر در میاد. مثلا ساعت ها یا سال ها نمیخوام انجام بدیم اینو. اوکی چیکار میکنیم؟ مثلا این هم بگم، مثلا اگه این اوربیت یک سیاره باشه، مثلا شاید بگیم ساعت ها یا سال ها، ولی خب برای یک چیز کوچیکی مثل این ذره میتونیم بگیم ثانیه. اوکی میخوام ببینیم که این شی چجوری حرکت میکنه. اگه ما اینجا رو بگیم صفر و اینجا رو بگیم مثلا 10 متر، این بالا میشه 10 متر. مکان مکسیمومش میشه 10 متر و مینیمومش میشه صفر. خب حالا چجوری اینو تعریف بکنیم؟ سرعت این تابع مکان میشه vt، یعنی سرعت از یه تابع زمان مساوی با مشتق x. یعنی که ما اگه یک مثلا اگه این یک کاری بکنه، این تابع بیاد این شکلی باشه، یعنی چی؟ یعنی که در زمان تی صفر، وقتی صفر بود اینجا در ثانیه، این شروع کرد اینجا شروع شد، رفت بالا خیلی پایین، خیلی آروم رفت، بعد یه زیادتر و زیادتر شد سرعتش، بعد کمتر و کمتر شد و اینجا وایساد. این چیزی که این داره با ما نشون میده، این گراف. اوکی حالا شیو چجوری سرعت رو چجوری پیدا میکنیم؟ میایم مشتق رو میگیریم در هر لحظه. خب اینجا این شی به این خط سبز به ما میگه این سرعتش چیه در اون لحظه که این مماس با اون تابه.
مثلا در این لحظه میتونه 2 متر در ثانیه باشه، در این لحظه میتونه مثلا بزرگتر 5 متر در ثانیه، در اینجا میتونه 3 متر در ثانیه و در اینجا صفره. چون شیبش میبینیم صفره، یعنی که سرعتش صفره، یعنی اینجا وایساده که اینم درست به نظر در میاد، چون اینجا نشسته سرعتش صفر دیگه. اوکی، حالا شتابو که بخوایم پیدا بکنیم چی؟ این مروریه، اگه فیزیک برنوشتین دیگه اینو اینجا میبینیم، ولی خب یه مروریه برای کسایی که فیزیک برداشتن. اوکی، شتاب چی میشه؟ شتاب میشه مشتق همون تابع سرعت که مساویه با مشتق مرتبه دومه مکان. یعنی شتاب یک تابع مکانی رو چجوری پیدا میکنیم؟ کاری که میکنیم اینه که شیب رو میگیریم، بیم اینجا درست بکشم، میام چیکار میکنیم؟ میام شیب تابع مکان رو میگیریم در هر لحظه، که اینجا مثلا در ثانیه، و بگم این سرعت در زمان. بیا من چند تا اینتروال درست کنم، بگم این تیس، بگم این صفر، این یک، دو، سه، چهار و پنج. خب این یه مرور دوباره من بهتون گفته باشم، یک، دو، سه، چهار، پنج، دو، سه، چهار، پنج. اوکی، چیکار میکنم؟ میام میگم شیب این مکان، تابع مکان رو من میگیرم، مثلا اینجا حدودا میشه گفت یکه، یک، دو، سه، و این واحدش میشه متر در ثانیه، واحد سرعت. اوکی، چیکار میکنم؟ پس میام این شیب رو نگاه میکنم، اینجا مثلا شروع میکنه از سرعت یک متر در ثانیه، بعد در اون در صفر، بعد یک رو میام نگاه میکنم، اینجا شروع میکنه مثلا یه ذره شیب بزرگتر میشه، میشه 2 متر در ثانیه، پس میام اینجا در ثانیه 2 متر در ثانیه دارم میرم. بعد میام به 3 نگاه میکنم، در ثانیه 0 یه ذره کمتر شده، مثلا میشه حدودا 1.5 یا 1، حدودا 1.5 اینجا. در ثانیه 4 چیکار میکنم؟ دارم یه ذره کمتر و کمتر میشه این سرعتم، شیبم داره کمتر میشه، از 1 یه ذره اینجا کمتره، پس حدودا میشه میاد اینجا. بعد در ثانیه 5 دیگه فلت هم، اینجا دیگه شیبم صفره، پس این میاد صفر. پس این تابع رو که ما نگاه کنیم، این یک رو من فکر کنم فراموش کردم بذارم، در یک، در ثانیه 1 سرعتم 2 بود حدودا، در ثانیه 2 یه ذره کمتر شد، من اینو بیارم پایین تر. اوکی، این یه ذره، این به نظر دیگه درست هم میاد. اوکی، پس ما اینو میگیریم، بعد یه تابع ازش درست میکنیم، این یه چیز حدودیه، تابع درست میکنیم، پس این چه میشه؟ میشه سرعت این ذره‌ای که ما داشتیم. خب حالا میایم شیب این، اینو میگیریم، شیب اینو که بگیریم، این میشه چی؟ میشه شتابی که ما داریم. این همه مروره که ما بدونیم معادل دیفرانسیل چرا داریم مطالعه میکنیم و چه کاربردهایی داره. در ثانیه این شتاب و واحدش میشه چی؟ میشه متر در ثانیه به توان 2. یعنی مثلا اگه سرعتش، اگه شتابی داشته باشیم که مثلا برای گرانش 9.8 متر در ثانیه به توان 2 باشه، معنیش اینه که این جرم شروع میکنه اینجا در ثانیه 0 که 0، سرعتش 0، در ثانیه 1 سرعتش میشه 9.8 متر در ثانیه، اوپس اینجا اشتباه شد، در ثانیه دوم این پس میشه چی؟ ثانیه 1، ثانیه دوم سرعتش میشه 2 برابر این، متر در ثانیه در ثانیه، پس میشه چی؟ حدودا 2 برابر 9.8 متر در ثانیه. در ثانیه سوم میشه 3 برابر اون، همینجور بزرگتر بزرگتر میشه، شتاب پیدا میکنه تا به ترمینال ولاسیتی میرسه.
خب حالا بیام نگاه کنیم که شتاب ما این چه شکلی هست، این تابش. خب میام این بالا نگاه میکنم، اینم در ثانیه صفر شتاب من حدودن، این شیب من حدودن 1.5. پس من اینو میام اینجا میکشم، یه آبی بکنم که بتونیم ببینیم. در ثانیه صفر 1.5 حدودن، در ثانیه یک حدودن صفره، پس اینو میذارم اینجا صفر. در ثانیه دو منفی حدودن 1/4، پس اینو من باید اینجا بیام درست کنم. منفی یک، منفی دو، پس این منفی 1/4 حدودن در ثانیه دو. در ثانیه سه همونجور مونده، منفی 1/4. در ثانیه چهار همینجور شیبش مونده به منفی 1/4. در ثانیه پنج همینطور مونده، پس این میمونه اینجوری و شکلش میشه اینطوری. حدودن به این شکل میره. پس حالا فهمیدیم چجوری از معادلات دیفرانسیل استفاده کنیم که یک گرافی برای یک مکان، سرعت و شتاب یک ذره ما این استفاده بکنیم. پس معنی این چی میشه؟ معنی این اینه که اگه ما معادلاتی که اینجا نوشتم، اگه من انتقرال شتاب رو بگیرم، بعد سرعت ذره رو بگیرم به اضافه یک ثابتی. یعنی چی؟ اگه من، یعنی این که اگه من اینو اضافه بکنم همه رو، من سرعت این ذره رو میگیرم، و اگه من انتقال سرعت رو بگیرم به نسبت زمان، این مساوی میشه با مکان ذره به اضافه سی. سی رو یادمون نره، چون این شیفت میکنه بالا و پایین، یعنی تابع ما رو بالا و پایین میبره و مهمه که ما اینو داشته باشیم. اوکی، خب حالا بس بیاییم برگردیم به معادلات دیفرانسیل و بنویسیم که مشتق تابع سرعت به نسبت زمان مساویه با شتاب ما. خب حالا اگه ما بیایم انتقال بگیریم از این طرف، من چیکار میکنم؟ این دی تی رو میبرم به سمت راست، ای زد داری دی تی، بعد یه انتقال میگیرم. خب انتقال یک زد داری دی بی میشه فقط وی، و انتقال ای زد داری دی تی میشه ای زد در تی به اضافه یک ثابتی. خیلی مهمه این ثابت ها رو ما یادمون نره که بذاریم. منم یه لحظه اینجا بگم چرا، اگه یادتون نمیاد من یه لحظه اینو نشونتون بدم. به خاطر این که اگه مثلا این باشه سرعت ما، بگم این سرعتمه، این زمانمه. اگه یه تابعی داشته باشم مثلا اینجا، و بخوام شتاب اینو پیدا بکنم، بعد شتابش رو بکشم با رنگ این، بد میشه اینجا، بعد سفید بکشم شتاب اینو مثلا من بکشم دیگه، دقیق نمیکشم، بگیم یه خط صافیه. اگه خط صاف باشه، ببینید من وقتی میگم دی وی دی تی، وقتی مشتق ویو میگیرم به نسبت تی، من دارم information از دست میدم، من دارم سی رو از دست میدم، چون مشتق یک ثابت میشه صفر. چی میگیرم؟ میگیرم مشتق ای زد داره تی که میشه به نسبت تی، ای زد داره تی به نسبت تی میشه فقط ای، درست؟ خب پس دارم مشتق اینو میگیرم، تابع ببین، مشتق تابع سرعت دارم میگیرم، این میشه یک ثابتی. ببخشید من اینجا دوباره اشتباه کردم، میشه A، پس میشه یک ثابتی، درست؟
این فقط میشه یک ثابتی. خب این مداد رو بگیشم اینجا، پس این میشه شتاب ما. فرقی نداره که من سرعتم و این سرعت رو نها کنید اینجا، این سی یک اگه مثلا 10 باشه من اینو شیفت بکنم بالا به 10، سرعتم رو بدم بالا به 10، فرق نه این شیب شتاب من هنوز فرقی نکرد، هنوز همون شیبم هم همون جوری هنوز. برای همین وقتی ما مشتق رو میگیریم داریم فقط به شیب اون تاب اولی نگاه میکنیم، برای همین که ما یک انفورمیشنی رو از دست میدیم، این سی یک رو ما از دست میدیم وقتی مشتق رو میگیریم. برای مهمه که ما یادمون باشه اون سی یک رو بذاریم، به خاطر اینکه این تابع الان میتونه توصیف کنه این تابع رو، یا میتونه این تابع باشه یا این تابع، بی نهایت میتونه تابع رو توصیف کنه. برای همین این سی یک خیلی مهمه که ما داشته باشیم، که بعد با مسائل مقدار اولیه میتونیم پیدا بکنیم اینا. وقتی مقدار اولیه میدن میگن در این نقطه رد میشه، بعد میتونیم بگیم که دیگه بی نهایت نیست، فقط این یکی تابع هستش، فقط این تابع داره سرعت رو توصیف میکنه. اوکی، پس اینا که گرفتیم، DVD تو گرفتیم، انتقال گرفتیم، این تابع رو میگیریم که سرعتمونه. بعد چیکار میکنیم؟ بعد میگیم سرعت، درست بکشم من، میگیم سرعت مساوی با مشتق مکان به نسبت زمان که مساوی با این چیزی که بالا گرفتیم، AT به اضافه، حالا CA1 رو من عوض میکنم، میگم سرعت اولیه. چرا این کارو کردم؟ چون گفتم این شیفتی که میکنیم بالا پایین، این چون یک شیفتیه که واحد سرعت رو داره، میگیم به اضافه V0، مثلا این V0 اگه V0 اگه مثلا 10 متر باشه، 10 تا میریم بالا، این واحدش متر در ثانیه است. پس برای همین من میگم عوض C1 میگم V0. اوکی، بعد از این چیکار میکنیم؟ میگم انتقال میگیریم از این طرف به نسبه dt. من اینجا میام پایین مینویسم dt رو، من اینجا چیکار کردم؟ ضرب کردم دو تا طرف، اینجا رو ضرب کردم که این کنسل میکنه، و اینجا ضرب کردم به تمام اینا که مساوی با at به اضافه v صفر. خب حالا میخوام مکان رو پیدا کنم، چیکار میکنم؟ انتقال میگیرم. و یادتون باشه اینا همه یک بعدی هستش، بود اگه به ابعادی که بریم بالاتر یه ذره سخت‌تر میشه، برای همین الان این یه بودی انجام میدیم که کارمون ساده‌تر باشه. اوکی، پس من اینو انتقال میگیرم از دو طرف. انتقال که گرفتم چی میگیرم؟ xt، همون تابع اولیه رو میگیرم، xt انتقال اینا چی میشه؟ میشه a t به توان 2 روی 2. دارم فقط انتقال، قانون انتقال گیریه که دیگه شما باید بدونین اگه اینجا میایین معادله دیفرانسیل ببینید. اوکی، پس این چی میشه؟ میشه V0 ضرب در T به اضافه C2. پس این داره الان به ما چی میگه؟ ما چیزی که به ما داره میگه اینه که اگه ما بدونیم که اول از کجا شروع میکنه این مکانه، داره میگه ما اگر از اول بدونیم این داره کجا شروع میکنه، مثلا اینجا که شروع میکنه این سی دو، الان اگه اونو بدونیم و سرعتشو بدونیم در اون لحظه، میتونیم بهتون بگیم که چی کار میکنن در آینده، کجا خواهد بود، مکانش چی بود در آینده. خب حالا میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم این مدلی که دربارش حرف زدیم برای شتاب و سرعت و مکان رو میتونیم کاوریشو ببریم برای مثلا گذاشتن یک سفینه فضایی روی یک ماهی یا کره. خب چیزی که به ما میگن اینه که در این لحظه که اینجا داریم میبینیم،
سرعت این سفینه هست 450 متر در ثانیه در همین لحظه. و چیزی که به ما میگن اینه که این یه سقوط آزاد داره میکنه به سمت ماه و اتفاق که میفته اینه که وقتی نزدیک و نزدیکتر میشه به ما، راکت شروع میکنه به سوختن و یه شتابی بهش میده به این طرف. پس بیا من اینو ذره بهتر بکشم، بگم که اول از همه یه شتابی داره به خاطر ما، بگم میگم حالا جی. بعد اتفاقی که میفته از یه زمانی یه جا اینجا حدودن این طرف به اینجا که میرسه، شروع میکنه راکتش فایر میشه و سرعت اینو کمتر و کمتر میکنه، بس میگم اینجا A. خب حالا چیزی که میخوام بدونن اینه که از کجا این راکت ها باید شروع بکنن که ما وقتی میرسیم اینجا سرعتمون دقیقا صفر باشه. یعنی اینکه ما از کجا باید این راکت ها شروع بشن که ما وقتی اینجا میرسیم به راحتی بتونیم لند بکنیم این سفینه رو و خیلی سریع نخوریم به ما و به سرعت صفر برسیم اونجا. خب حالا این دقیقا شما استوب بزنیم و فکر کنیم که ما چجوری میتونیم این کار رو بکنیم. خب بیاید اول یادمون بیاد که چه معادله ما دیرایف کردیم چند دقیقه پیش. فرمولی که داشتیم برای سرعت این بود، سرعت تابع سرعت مساوی با شتاب ضرب در زمان به اضافه سرعت اول. خب سرعت اولمون که بهمون میدن، من اینجا بنویسم این V صفر، این سرعت اولمونه. بعد شتاب رو بهمون میگن که سقوط آزاد داریم و این راکتی که شروع میکنه از یه زمانی بهش میگیم تی صفر، زمانمون اینجا شروع میکنیم وقتی که راکت شروع میکنه. خب چیزی که اینجا مهمه بدونیم اینه که چرا ما اینجا شروع میکنیم زمانمونو، چرا مثلا اینجا شروع نمیکنیم. دلیل اینه که ما میخوام ببینیم این قده باید چقدر باشه، فاصله باید چقدر باشه که ما به راحتی بتونیم اینو زمین بذاریم. لازم نیست که بدونیم چه اتفاقی افتاده قبلش، اون دیگه واسه مدل ما خیلی زیاد میشه. لازم اینه که ما بدونیم که چه قدی اینجا باید باشه، برای همه میتونیم ساعت از اینجا شروع بکنیم و پیدا کنیم چیزی که میخوایم. اوکی خب چون ساعت داره من اینجا شروع میکنیم، شتابی که ما میذاریم اینجا شتابی خواهد بود که راکت ها دارن بهمون میدن و اون شتاب 2.5 متر در ثانیه به توان 2 هستش. حالا ببینید جهت ما اینجا بذاریم، بگیم بالا میشه مثبت برای شتاب یا سرعت یا هر چی، این میشه مثبت و پایین میشه منفی. اینو ما گفته باشیم اینجا و این یه مشکل یه بعدی هست، لازم نیست که ما اینو دو بعدی بکنیم. پس x خوبه. خب حالا چیکار میکنیم؟ سرعت رو می نویسیم، معادله سرعت رو اینجا که میشه مثبت 2.5. چرا مثبته؟ چون شتاب اون به این طرفه که سرعت رو کمتر و کمتر میکنه. ضرب در تی منفیه 450 متر در ثانیه. و اینم واحدها رو بیاین چک بکنیم، خیلی مهمه. 2.5 متر در ثانیه به توان 2 ضرب در تی که واحدش ثانیه هستش، چیکار میکنیم؟ اینو میکنه متر در ثانیه، چون ثانیه کنسل میکنه اینجا. منفی 450 متر در ثانیه که واحد سرعت هستن، که بس درست هستون. بس این خوب شد. اوکی بس ما اینو گرفتیم این سرعتو. حالا چیکار میکنیم؟ میخوایم مکان رو پیدا کنیم. چیزی که میپرسن اینه که این مکان باید چقدر باشه و من چون ساعت رو از این بالا شروع میکنیم، ما
ساعت میگیم اینجا شروع میشه، پس مکانم باید اینجا شروع کنیم، مکانی که میخوایم. پس x صفر چیزی که ما میخوایم پیدا کنیم، x صفر جایی که ما باید شروع کنیم راکتمون رو فایر بکنیم که وقتی میرسیم به زمین به سطح ما سرعتمون صفر بشه، شتاب بهمون بده که ما سرعتمون کمتر و کمتر بشه. خب حالا چیکار میکنیم؟ میایم تابه ای رو که من دیگه واحده رو برمیدارم، چون قبلا چک کردیم درسته، واحده رو برمیدارم فقط عدد میذارم، 2.5t منفی 450. چیکار میکنیم؟ انتقال میگیریم نسبت t، انتقال میگیریم اینجا و چی میگیریم؟ مکان رو میگیریم، تابع مکان رو میگیریم که مساوی با 2.5t به توان 2 روی 2 منفی 450 t به اضافه یک ثابتی که من نمیگم c، میگم x صفر. خب حالا میبینیم یه ذره ساده تر میکنیم و چیزی که میبینیم اینه که مکانمون تابع مکانمون 2.5 تقسیم بر 2 میشه 1.25، 1.25 ضرب در t به توان 2 منفی 450 ضرب در t به اضافه x ثابتمون، x اول، این چیزی که ما خواهیم پیدا بکنیم. خب حالا میخوام ببینم سرعتم کی صفر میشه، در چقدر زمان طول میکشه که من سرعتم صفر بشه، چقدر طولانیه این کاری که میکنم اینه که این تابه رو نگاه میکنم این بالا، برمیگردم اینجا و این سرعت رو مساوی میکنم با صفر. مساوی بکنم با صفر چی میگیرم؟ 2.5t منفی 450 و کاری که میکنم اینه که میخوام برای t من اینو پیدا کنم، این زمانو 450 میبرم این طرف سمت چپ و چی میگیرم؟ میگیرم 450 مساوی با 2.5 ضرب در t، تقسیم میکنم که t رو پیدا کنم، زمان رو پیدا بکنم و اینو که بذارید تو ماشین حسابتون، زمانمون میشه 180 ثانیه که میشه حدوداً 3 دقیقه، یا دقیقا میشه 3 دقیقه. پس از اون لحظه که ما این میاد اینجا و این راکت رو شروع میکنه 3 دقیقه طول میکشه که سرعتش بشه صفر. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ما باید این میخوایم ببینیم که x صفر چیه و برای اینکه این کارو بکنیم باید بگیم که x t مساوی با صفره. خب من میام اول از همه اینو تنها پیدا میکنم اینجا، پس چیکار میکنم؟ میام همه چی میبرم به سمت چپ و چیزی که میگیرم اینه که x t منفی 1.25 ضرب در t به توان 2، چیکار میکنم؟ اینو میبرم این طرف، این میره این طرف و دیگه این یکی هم میبرم اون طرف و اینو تنها میذارم سمت راست. اوکی پس منفی میشه مثبت این طرف اگه ببرمش سمت چپ در t، مساوی با مکان اولی که داریم دنبالش میگردیم. خب حالا چیکار میکنیم؟ حالا زمانی که داشتیم و t رو میذاریم 180 ثانیه، این هم یادمون باشه که x t باید صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی تابع x t باید مقدارش اینجا صفر باشه که ما اینجا زمانی که باید شروع کنیم، چیزی که میخواستن این بود دیگه، میخوام ببینن فاصلت از سطح این ماه چقدر باشه که شروع کنین راکتتو و این چیزی که ما میخوام پیدا کنیم، برای همین میگیم صفر چون صفر شروع میشه و زمانی که مقداری که طول میکشه 180 ثانیه است، اینو میبریم به توان 2 به اضافه 450 ضرب در 180 ثانیه مساوی با x فاصله ای که ما دنبالش میگردیم، که من این واحدارم بذارم اینجا که ما اشتباه نکنیم،
پس واحدمون اینجا چی باید باشه؟ 1.25 متر در ثانیه به توان دو اگه باشه، این ثانیه به توان دو اینجا اینو کنسل میکنیم و متر میگیریم برای مکان، و مکان واحدش متره، پس این درسته. پس اینجا درست در میاد. برای اینجا چی کار بکنیم؟ بعد بگیم متر در ثانیه که سرعتمون بود، که این ثانیه ها کنسل میکنم متر میگیریم، پس اونم درسته. خب حالا اینو تو ماشین حساب میذاریم. خب جوابی که میگیریم مساوی با 40500 متر یا 4.5 کیلومتر، که این به واحدهای انگلیسی هم میشه 25 و 1/6 مایل. خب این فاصله ای که ما باید شروع کنیم راکتمونو که وقتی میخوایم برسیم به اینجا به سرعت صفر برسیم و داغون نکنیم سفینه‌مونو. خب مرسی که شما صبر کردین و این ویدیو رو با من تمام کردین. در ویدیو بعد شروع میکنیم حرف میزنیم درباره چیزی که فکر کنم به فارسی میشه میدانهای شیب، یا میگن سلوپ فیلد، که یکی از اولین روش هایی که شروع میکنیم برای حل کردن معادلات رفرانسیل. مرسی، در ویدیو بعد میبینمتون.